دوران طلایی هالیوود، سینمای کلاسیک و دوران پرزرق و برق و ظهور بعضی از پرکارترین ستاره های سینما. دوران طلایی هالیوود دوران خیلی پردردسری بود، در حالی که بعضی از شناخته شده ترین فیلم های تاریخ سینما توی اون زمان ساخته شد، اما بدون شک پشت پرده های غم‌انگیزی داشت. نژاد پرستی، رسوایی جنسی، بی‌بندوباری که بعضی از ستارگان سینما پشت و جلوی دوربین براشون فرقی نداشت. شاید مشهورترین چهره سینمای اون دوران هم از این قاعده مستثنا نباشه. به عامل ناشناخته خوش آمدید. امروز قصد داریم نگاهی به نیمه تاریک چارلی چاپلین بندازیم و بعضی از موضوعات رو افشا کنیم. چارلی چاپلین در 16 اپریل 1889 در لندن انگلستان متولد شد. از خانواده ای اهل هنر و سرگرمی بود. پدرش سرگرمی های موزیکال انجام می داد و مادرش خواننده بود. چاپلین برای اولین بار در 5 سالگی روی صحنه رفت تا جای خالی مادرش رو پر کنه. در 8 سالگی با گروهی از رقصنده ها به یک مجری حرفه‌ای تبدیل شد. انواع سبک های سرگرمی، نمایش های صحنه‌ای و پانتومیم رو یاد گرفت و تجربه کرد. در سال 1913 توسط استودیوی مکسینت کیستون در هالیوود کشف شد و باهاش قرارداد بستن. در سال 1914 دومین فیلم خودش رو با این استودیو ساخت. فیلمی به نام مسابقه اتومبیل رانی در ونیز، جایی که برای اولین بار شخصیت کوچک نمادینش رو به نمایش گذاشت. این کاراکتر منحصر به فرد چاپلین بود که تونست به سرعت موفقش کنه و به شهرت برسونش و به یکی از محبوب ترین بازیگران صنعت سینمای صامت تبدیل کنه. بعد از 4 ماه کارآموزی، چاپلین شروع به نوشتن و کارگردانی فیلم‌های خودش کرد. سبک‌ها و تکنیک‌هاش رو توسعه داد تا داستان‌هاش رو به شیوه مختص خودش در رسانه زنده کنه. در سال 1921، چاپلین فیلم پسر بچه رو با بازی خودش و جکی کوگان منتشر کرد. این فیلم به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ تبدیل شد و از اون زمان در تاریخ سینما ثبت شد. همونطور که صنعت سینما به سمت فیلم‌های با موسیقی پیش می‌رفت، فیلم روشنایی‌های شهر چاپلین در سال 1931 عملکرد خوبی داشت. این فیلم با موسیقی و صدای خودش همراه بود. اما در سال 1936 با شخصیت ولگرد در فیلم عصر جدیدش با صدا در فیلم‌هاش خداحافظی کرد. در این فیلم مخاطبان برای اولین و آخرین بار صدای چاپلین رو در نقش ولگرد میشنوند که در حین رقصیدن آهنگ میخوند. در سال 1940 چاپلین دیکتاتور بزرگ رو منتشر کرد. اولین فیلم با موسیقی متن واقعی. این فیلم یک تفسیر اجتماعی و طنز در اون زمان بود. انتقاد و مسخره کردن نازی‌ها توسط چاپلین که نقش یک شخصیت شبیه هیتلر رو ایفا میکرد. از اون عجیبتر این بود که شباهت چاپلین و هیتلر از 1 سال قبل از این فیلم برای مردم مورد توجه قرار گرفته بود. اول سیبیل چاپلین بود که شبیه هیتلر بود و بعد هم تاریخ تولدشون بود. هیتلر و چاپلین دقیقاً در 1 سال و 1 ماه به دنیا آمدن و چاپلین فقط 4 روز از هیتلر بزرگتر بود. به همین دلایل و نوع فیلم چاپلین، دیکتاتور بزرگ به یک موفقیت تبدیل شد و از اون زمان به عنوان یک شاهکار مورد ستایش قرار گرفت. چاپلین در طول زندگی حرفه‌ایش بیش از 80 فیلم نوشت که خیلی از اونها از کلاسیک‌های رسانه محسوب میشن و سبک کمدیش از طنز بی‌ادبانه با بازیگری ظریف شخصیت محور الهام بخش بزرگان کمدی بعد از خودش شد. برای کسی به تخصص چاپلین شاید تعجب آور نباشه که بفهمیم سر صحنه فیلمبرداری خیلی خشن و کنترلگر بود. به عنوان کارگردان، نویسنده و بازیگر اصلی فیلم‌هاش، کنترل زیادی روی افراد حاضر در صحنه فیلمبرداری داشت. چاپلین اغلب برای فیلمبرداری‌هاش از یک روش اولیه و ثابت و یکسان استفاده می‌کرد و خیلی از صحنه‌هایی که می‌گرفت، حاصل بداهه بود. بیشتر اوقات یک صحنه رو بیش از 100 بار می‌گرفت و اغلب بازیگران و خدمه خسته و شاکی می‌شدند. اما اگر کسی شکایت می‌کرد، در مرحله تولید فیلم سریع اخراج می شد و جایگزینی براش پیدا می کرد. به دلیل زیاد خواهیش در پروژه های فیلم برداری، فیلم هایی که بازی می کرد اغلب به تأخیر می افتادن و هزینه شون بیشتر از بودجهش می شد که تماشاگران به خاطر حمایتی که ازش می کردن اغلب نادیده گرفته می شد. به هر حال او اسم چارلی چاپلین رو یدک می کشید.
کسانی که روی پروژه‌های چاپلین کار می‌کردن می‌دونستن فیلم عالی قرار اکران بشه، ولی به این معنی نبود که روند فیلمبرداری هم خوب پیش میره. در زندگی نامه مارلون براندو که در سال 1994 منتشر شد، او به جزئیات تجربهش با این بازیگر، نویسنده و کارگردان نمادین چارلی چاپلین اشاره کرد و اونو مردی ترسناک و ظالم نامید. در یک پاراگراف اشاره کرد که چاپلین احتمالاً سادیسمی ترین مردی بود که تا به حال ملاقات کرده. او یک ظالم خودپرست و یک خسیس به تمام معنا بود. وقتی مردم دیر می اومدن، اونها را آزار می داد و بیرحمانه سرزنششون می کرد که سریعتر کار کنن. بدتر از همه رفتار چاپلین با پسرش سیدنی که نقش دستیار براندو رو داشت بود. در مقابل همه، ظالمانه مدام پسرش رو تحقیر می کرد. براندو همچنین گفته که خودش یک روز دیر به محل کار رسید و بهش گفتن باید از چاپلین عذرخواهی کنه تا بتونه کار کنه. اما بخش تاریک چاپلین فقط رفتارش نبود. او 4 همسر داشت که 3 خیلی جوان بودن. در اصل 2 از اونها کودک همسر محسوب می شدن. همسر اول 16 ساله به نام میلدرد هریس و بازیگر بود. این دو در سال 1918 ازدواج کردند، زمانی که چاپلین 29 سالش بود. گفته میشه چاپلین به خاطر اینکه فکر میکرد میلدرد هریس بارداره باهاش ازدواج کرده، اما بعد دیدن اشتباه شده و باردار نبوده. در نهایت این زوج صاحب یک فرزند میشن که متاسفانه در دوران نوزادی و کودکی میمیره. ازدواج این زوج دوام نداشت و در سال 1920 از هم جدا شدن. همسر بعدی چاپلین ستاره سینمای 16 ساله لیتا گری بود. زمانی که لیتا با چاپلین برای کار آشنا شد فقط 6 سالش بود، ولی تا زمانی که 12 سالش شد و در فیلم پسر بچه بازی کرد با هم کار نکرده بودند. گفته شده که علاقه و تمایلات جنسی چاپلین به لیتا برای همه مشخص بود و چاپلین مقابل همه تمایلش رو نشون میداد. زمانی که لیتا 15 ساله شد از چاپلین باردار میشه و در 16 سالگی با هم ازدواج کردن و این دو 3 بعد در 1927 از هم جدا شدن. سال 1989 یک مصاحبه با لیتا انجام شد که ازش در مورد تمایلات چاپلین پرسیدن. لیتا پاسخ داد که چاپلین از اینکه تمایلاتش رو بقیه ببینن لذت می برد و دوست داشت اولین مرد در زندگی دخترها باشه. ازدواج سوم چاپلین در سال 1936 با پاولت گدارد بازیگر 26 ساله بود که در فیلم‌های عصر جدید و دیکتاتور بزرگ چاپلین بازی کرده بود، تا اینکه با یک توافق مشترک در سال 1942 از هم جدا شدند. سال بعد 1943 چاپلین با آخرین همسرش اونا اونیل 18 ساله که دختر نمایشنامه نویس معروف یوجین اونیل بود ازدواج کرد. وقتی چاپلین 54 ساله بود، 8 فرزندش رو از اونا به دست آورد و 3 دیگه هم از ازدواج‌های قبلیش فوت کرده بودن، تا اینکه چاپلین برای آخرین بار در 73 سالگی دوباره پدر شد. علی‌رغم توجه عمومی به ازدواج‌هاش، چاپلین هیچ وقت با عواقب قانونی برای همسران زیر سن قانونیش مواجه نشد. اما یکی از علایق تاریک چاپلین به کودک همسری زمانی فاش شد که نیویورک تایمز باهاش مصاحبه کرد. از سال 1927 نیویورک تایمز نزدیک به 30 مقاله در مورد طلاق نوشته بود و در یکی از مقالات از چاپلین پرسیدن دلیل ازدواجش با میلدرد هریس و لیتا گری که زیر سن قانونی بودن چی بود؟ چاپلین جواب داد که هر دو دختر بهش احساس پدرانه میدادن که همون عشقی رو که چاپلین میتونست به دخترانش داشته باشه انگار به همسرانش داره. علاقه چاپلین به دختران جوان با طرز دیدگاهش مورد بحث رسانه ها قرار گرفت. اما جالب این بود که رفتارش با دختران زیر سن قانونی نبود که باعث سقوط چاپلین شد، بلکه چیزی به نام ترس سرخ بود که اونو پایین کشید. ترس سرخ به وحشت پراکنی در مورد ایده های کمونیسم یا رادیکالیسم سیاسی گفته میشه که در مورد چاپلین این نگرانی ها به وجود اومد. در سال 1945 یک سناتور آمریکایی از لایحه‌ای حمایت کرد که خواستار تحقیق در مورد چاپلین و اخراجش از آمریکا به دلیل سابقه رفتارش با دختران زیر سن قانونی بود.
با این حال به نظر می رسید که سناتور طرفدار نازی ها بوده و احتمالاً بعد از اینکه چاپلین هیتلر رو در فیلم دیکتاتور بزرگ مسخره کرد ازش انتقام گرفت. چاپلین علارغم چندین دهه زندگی در ایالات متحده هیچ وقت یک شهروند آمریکایی نشد، اما همچنان در سیاست آمریکا شرکت می کرد. در سال 1947 کمیته فعالان غیر آمریکایی چاپلین رو به خاطر عقاید کمونیستیش محکوم کرد. این اتفاقات باعث شد چاپلین از چشم مردم بیفته. فیلم موسیو وردو چاپلین هم در همون سال اکران شد و به عنوان پدر سبک فیلم‌های کمدی سیاه مطرح شد و فروش خوبی داشت. سال 1952 چاپلین بعد از 20 سال به انگلستان برگشت. بلافاصله بعد از خروجش از ایالات متحده، دادستان کل اعلام کرد که تحقیقات کاملی انجام میده تا ببینن آیا چاپلین باز هم میتونه به آمریکا برگرده یا نه. حتی FBI هم از MI5 بریتانیا خواست تا از چاپلین تحقیق کاملی به عمل بیارن که آیا واقعاً او یک کمونیسته یا نه. هرچند خود چاپلین این موضوع رو انکار میکرد، اما شواهدی از همدردی با کمونیست ها داشت. بنابراین چاپلین که خودش رو از آمریکا تبعید کرده بود، بقیه عمرش رو در سوئیس گذروند. او در روز کریسمس 1977 در سن 88 سالگی درگذشت و تا به امروز چارلی چاپلین هنوز به عنوان یکی از بزرگترین ستاره‌های تاریخ سینما شناخته میشه. تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.